جنگ های رده مسلمانان در برابر مرتدها. در این پادکست قراره به سراغ یکی از مجموعه جنگ های مهم و تأثیرگذار در صدر اسلام، یعنی جنگ های رده برم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. جنگ های رده یا ارتداد مجموعه جنگ هایی بود که به دستور خلیفه اول ابوبکر ابن ابی قحافه در سالهای 11 تا 13 هجری قمری علیه گروه هایی که مرتد خوانده می شدند انجام شد. این جنگ ها علیه پیروان پیامبران دروغین و افراد و قبائلی روی داد که از پرداخت زکات به حکومت مرکزی مدینه خودداری می کردند. جنگ های رده از دیدگاه تاریخی اهمیت بسیار زیادی داره و داشتن تحلیلی درست از این جنگ ها در تحلیل فرایند گسترش اسلام در سده نخست هجری و جایگاه خلافت در آغاز اون بسیار مهمه. باید توجه داشت که اهمیت موضوع از نظر اعتقادی باعث شده که این مبحث به یکی از پیچیده ترین مباحث تاریخ صدر اسلام تبدیل بشه. توصیف گستردگی و نقش قبائل و افراد در شورش ها و سرکوب اونها در این وقایع از منظر وجوه قبیله‌ای و عقیدتی حائز اهمیت شده و به موضوعی همواره برای مفاخره و منازعه تبدیل شد، تا اونجا که بعضی از محققان معاصر تمام روایات ردر و ساختگی یا جعلی معرفی کردند یا اون رو نشان از عدم رضایت قبائل از خلافت ابوبکر و طرد جانشینی بنی هاشم در جانشینی پیامبر اسلام دونستند. رده یا ارتداد در لغت به معنای برگشتن از دین و کافر شدن بود و به همین دلیل چون جنگ های رده در مقابل گروه هایی بود که مرتد خونده می شدند به این نام معروف شد. مجموع جنگ های رده در سال 11 هجری قمری پس از انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر اسلام آغاز شد و تا سال 12 و به نقلی 13 هجری ادامه داشت. این جنگ ها در بخش های مختلف سرزمین های اسلامی از جمله مدینه، یمن، بحرین و یمامه روی داد. به گفته رسول جعفریان پس از درگذشت پیامبر اسلام و واقعه سقیفه، مشکل اصلی مسلمانان حرکتی بود که به عنوان جریان ارتداد شناخته شد. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. علتهایی از جمله ادعای پیامبری از سوی افرادی از جمله مسیلمه کذاب و طلیحة ابن خویلد اسدی و همچنین خودداری از بیعت با ابوبکر و نپرداختن زکات به حکومت توسط تعدادی از قبائل از دلایل آغاز جنگ‌های رده بود. به گزارش واقدی از مورخان برجسته قرن دوم و سوم، پس از انتخاب ابوبکر به جانشینی پیامبر اسلام قبائل مختلفی مرتد شدند. از جمله اونها قبیله بنی اسد بود که بزرگشون طلیحة ابن خویلد اسدی ادعای پیامبری کرد. قبیله بنی حنیفه هم در حمایت از پیامبری مسیلمه کذاب و قبیله کنده که بزرگشون اشعث ابن قیس کندی بود هم مرتد شدند. افرادی که از پرداخت زکات خودداری می کردند انگیزه های مختلفی داشتند. برخی تازه مسلمان بودند و پرداخت زکات برای اونها سنگین بود و توجیهی نداشت. برخی دیگه اهل پرداخت زکات بودند اما از پرداخت زکات به ابوبکر خودداری می کردند، چرا که خلافت ابوبکر را قبول نداشتند و به نقلی خواستار حکومت هاشمیان بودند. به گفته برخی مورخان شیعه، مالک ابن نویره و قبیلش از این گروه بودند. همچنین گزارش شده که حارث ابن معاویه نماینده خلیفه اول رو از میان قبیلش بیرون کردند، چرا که معتقد بودند خلافت از آن بنی هاشم و خصوصا اهل بیت پیامبر اسلامه.
ابوبکر در چندین جبهه با مرتدان جنگید و در نبردهای مختلف سپاهیان متعددی رو با فرماندهی افراد مختلفی اعزام می کرد. از جمله فرماندهانی که ابوبکر اونها رو به جنگ با اهالی رده فرستاد میشه به خالد ابن ولید، اکرمت ابن ابی جهل و خالد ابن سعید ابن آس اشاره کرد. در این میان خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو به طرز فجیعی به قتل رسوند و این عمل اون واکنش تندی از سوی عمر ابن خطاب رو در پی داشت. واکنش ها به جنگ های رده متفاوت گزارش شده. بنابر نقل مورخان برخی از صحابه جنگیدن با افرادی رو که به توحید و نبوت اعتقاد داشتند رو برخلاف دستور پیامبر اسلام دونسته و اعتراض می کردن. از این رو به خلیفه اول پیشنهاد دادند اونها رو رها کنه تا ایمان در قلبهای اونها رسوخ کنه و پس از اون از اونها زکات بگیره. اما ابوبکر میان کسانی که نماز می خوندند اما زکات نمی دادند و کسانی که منکر نماز بودند هیچ تفاوتی قائل نمی شد و همه اونها رو مرتد و مستحق جنگ می دونست. به گفته اسلام شناس معروف آلمانی مادلونگ، ابوبکر هر گونه مصالحه و تسامحی در رابطه با زکات رو رد می کرد و پرداخت اون رو ملاک وفاداری قبائل عرب به اسلام می دونست. از نظر وی افرادی که زکات پرداخت نمی کردند مرتد بودند و باید مانند از دین برگشتگان یا کسانی که هرگز دین رو نپذیرفتند با اونها جنگید. در میان اتفاقاتی که در جنگهای رده اتفاق افتاد، کشته شدن مالک ابن نویره و قبیلش به دست خالد ابن ولید، اعتراض افرادی از جمله ابو قتاده انصاری و عمر ابن خطاب رو در پی داشت. عمر خالد ابن ولید رو به جرم قتل مالک مستحق قصاص و به جرم همبستر شدن اون با همسر مالک مستحق سنگسار می دونست. با این همه ابوبکر از عمل کرده خالد دفاع کرد و پیشنهاد عمر مبنی بر عزل خالد از فرماندهی رو رد کرد. نقل شده که ماجرای رده دو نتیجه سیاسی و نظامی برای ابوبکر در پی داشت. نتیجه سیاسی اون کم شدن بحران حکومت وی بود و نتیجه نظامیش تجربه جنگی بود که تا اون روز با این وسعت در منطقه حجاز رخ نداده بود. همچنین در مباحث کلامی از ماجرای جنگ‌های رده برای بحث نظریه عدالت صحابه استفاده میشه. کسانی که از این ماجرا برای رد عدالت صحابه استفاده می کنند بیان می کنند که دو طرف جنگ های رده از صحابه پیامبر اسلام بودند. مرتد شدن برخی از این صحابه و ماجرای قتل مالک ابن نویره و همبستر شدن خالد ابن ولید با همسر وی با نظریه عدالت صحابه در تضاد. از مهمترین دلایل پیروزی مسلمانان در این جنگ ها و شکست مرتدان این بود که اونها اتحاد و انسجام نداشتند و هر کدوم در قسمتی برای خود اعلام استقلال کرده بودند و ابوبکر موفق شد از همین روزنه استفاده کنه و با فرستادن سپاهیان متعدد اونها رو سرکوب کنه. سرکوب مدعیان نبوت و شورشیان باعث شد بعضی دیگه از قبائل با پذیرش تسلط حکومت مدینه زکات خود رو بپردازند. درسته که تمام قبائل شکست خورده بودند و به اسلام بازگشته بودند، اما هر لحظه ممکن بود اعراب دوباره به حالت سابق خود برگردند و شورشی در جایی به وجود بیاد. بنابراین برای ارضای روح مشتاق به جنگ اعراب و ایجاد ارتباطی بین نو مسلمانان و اسلام بر پایه منافع دائمی که برای اونها به ارمغان می آورد، ابوبکر اون لشکر پرجوش و خروش متحد رو از تاب نینداخت و اونها رو برای گسترش اسلام روانه سرزمین‌هایی از جمله عراق و شام کرد که این فتوحات در دوران خلیفه دوم به اوج خودش رسید. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد
لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.